کلید گم شده صلح افغانستان را در کجا باید جستجو کرد؟ این روزها یک بار دیگر بحث مذاکرات صلح افغانستان با طالبان بالا گرفته است. این بار خوشبینی ها نسبت به گذشته بیشتر و تا جای عملی تر به نظر می رسند. چین به عنوان یکی از کشورهای قوی منطقه ای نخستین بار است که به گونه جدی و رسمی حاضر به همکاری در باب گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان می شود. سفرهای پیهم مقامات پاکستانی به کابل و همچنان سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان حکایت از روابط گرم کابل اسلام آباد دارد. طالبان هم نسبت به گذشته نرمش خوبی برای گفتگو با حکومت افغانستان نشان دادند. اکنون به نظر می رسد که این بار مذاکرات صلح در مسیر درست راه اندازی شود. بر مبنای گفته های مقامات حکومت وحدت ملی قرار است مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان در اوایل ماه مارچ میلادی برگزار شود. هرچند تاکنون همه چیز در مورد این گفتگوها در حد یک خوشبینی است و شاید هنوز هم چالش هایی در این راستا وجود داشته باشد، اما در کل باور و ذهنیت عمومی در افغانستان این است که با شکلگیری حکومت تازه زمینه گفتگوهای صلح با طالبان در داخل و بیرون افغانستان فراهم شده است و رهبران حکومت وحدت ملی نباید این فرصت را از دست بدهند. در همین حال رئیس اداره استخبارات آمریکا گفته است که طالبان روش فزاینده تهاجمی اختیار کردند. آنها برای تصرف مناطق دوردست آمادگی میگیرند تا نفوذشان را بر مناطق مهم در جنوب افغانستان گسترش دهند و خود را برای تصرف کردن مناطق بیشتر در سال 2015 آماده سازند. سلام و وقت بخیر. در بخش گفتگوی برنامه آقایان محمد داود کلکانی عضو کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان و مولوی شهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح و عضو مجلس نمایندگان با ما هستند. خیلی خوش آمدیم میمنم. آقای شاهد، در نخست با شما آغاز میکنیم که طی این روزها خوشبینی های زیادی برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان به وجود آمده. فکر میکنید نشانه ها و زمینه هایی که این خوشبینی ها را به وجود آمده در کجا هست و آیا مشاهده میشه؟ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والا و بعد. محترم کلکانی صاحب و تاسو درنو کتونکو د خپل سلامونه مې کلی وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نوي حکومت راتلو سره د سولې په رابطه باندې هڅې زیاتې شوې دي او د هغې شاید یوه وجه دا وي چې حکومت مشرانو هم کوشش وکړ چې د چین سره او پاکستان سره او سعودي عربستان یا اماراتو دې سره خبرې وکړي او د غرب سره خو به لا مخکې نه کړې وي چې د سولې دپاره یوه امانګي رامنځته کړي. طالبان هم وخت ډېر زیات شو، دیارلس څوارلس کاله وشو چې دا جنګونه د دې حکومت سره البته مسلسل روان دي. نو قرار د معلوماتو هغې هم غواړي چې د نوي حکومت سره په یو نوي رویش باندې لاړ شي او د سولې دپاره یو نرمي وښیي. چنانچې مخکې هم دی د سولې دپاره خبرې کړې وې افراد و اشخاص و اعضا و په سطح باندې چې کانفرنسونو کې شریک شوي وو، ملاقاتونه یې کړي وو، څه او څه، خو رسمي او مخامخ خبرو ته امادګي نه وه ښودلې. دغه ځله که خبرې کېږي نو بین الافغاني خبرې به کېږي، د افغانانو په مشرۍ باندې به خبرې کېږي او دغه نور ګاونډي هیوادونه چې دي یا د نړۍ هیوادونه دي دی به د سولې دپاره تسهیلات برابروي د مذاکراتو دپاره او خپل هغه کم د دې چې اثر رسوخ دی او نفوذ یې دی او مؤثریت یې دی هغه هغې نه به کار اخلي او طالبان به یا مخالفین به دې ته وهڅوي چې د مذاکراتو ته حاضر شي. چنانچې چین هم داسې ویله چې موږ به دا کوشش کوو چې دواړه طرفونه د مذاکراتو میز ته حاضر کړو. نو په دې وخت کې د پاکستان چې ملکه تاسو په خپله مقدمه کې مو ویل چې پاکستانی مقامات وکړه هغه ملکي دي که نظامي دي، هغه هم ډېر په بې صبرۍ سره کابل ته ځي راځي او رئیس جمهور ته هم زمونږ دعوت ورکوو. د یو څه تعهدات چې دې کړي وو هغې کې جدي معلومیږي چې موږ به طالبان مذاکرات ته حاضروو، یا هم دشمن شریک دی یا ناامني د ټولو په ضرر ده، یا مقصد منګه که دا کار ونه کړو یعنی افغانستان او پاکستان منګه یو لاس نشو او د تروریزم دا هغوی په اصطلاح تروریزم مخالفت ونه کړو، نو مقابله ونه کړو، جدیت ونه ښیو، د ټولو په ضرر ده. دا دینه معلومیږي چې زمونږ مشرانو هم تاسو کته چې رئیس اجرائیه هم ډاکټر صاحب محترم هم هغه ورځې وویله چې ډېر ضربه بین الافغانی مذاکرات شروع شي. طبعا دا خبرې
دا د امیدوارۍ خبرې دي او د سولې شورا هم په جریان کې د رئیس دولت سره مو کتل څومره چې دغه خبرې اترې کېږي د سولې دپاره دا تعقیبوي هله به مونږ د مطبوعاتو سره ډېره په خوشحالۍ بیا دا خبره شریکوو چې یو څه پیشرفت وشي او هغه ملموس او محسوسي خلکو ته به خوشخبری اشاره کردن که در گذشته حکومت گذشته و شورای عالی صلح تلاش های زیادی کرده بودن برای دست کم آغاز گفتگو اما طالبا حاضر به گفتگو نشدن فکر میکنین چی چیزی باعث شد که طالبا بیان با حکومت وحدت ملی آمادگی نشون بدن که وارد مذاکره میشن آیا کسایی که از طالبا حمایت نکردن وادار کردن گروه را که باید بیان و یا هم دیگر طالبا پای بردن که از راه جنگ آنچه را که میخوان به دست نمیارن ز پتی عقیده ما چی او جنگونه طولانی شو او ولس چې کوم حمایت کوو په هغه اندازه باندې ولس هم د طالبانو حمایت نه کوي دویمه خبره دا ده چې نوی حکومت راغی نو طبعا که دوی څه امادګي ښیي د نوي حکومت سره شاید د خصومت لاره ډیره د سیاسي خصومت البته دا لاره اختیار نه کړي او بله خبره دا ده چې پاکستان چین دوی امادګي وښودله چې موږ غواړو چې د طالبان دی د سولې مذاکراتو ته یا امادګي دي وښیي او حاضر دي شي په عین حال کې یو بل مشکل هم دی زما په نظر هغه دا دی چې دا نوي ګروپونه چې راپیدا کیږي د داعش په نوم باندې شاید دا طالبان هم د ځان دپاره خطر وګوري او که چېرته دی د حکومت سره دولت سره په مجموع کې روغه جوړه ونه کړي د پاکستان خبره هم ونه مني دی هم داسې سخت موقف ونیسي کیدای شي اول گزار د طالبانو باندې دا وي ځکه تقریبا دی په سرحد کې یا په خط اول کې به دی واقع دا هغوی مخه به طالبان نیسي شاید دا یو تشویش د طالبانو سره مي که صرف د داعش هسې اوازې نه وي لکه چې ماته خو اوازې نه ښکاري دا یوه ډله ده او ټولو مصر ته رسېدلې ده لیبیا ته رسېدلې ده یمن کې وجود ثابت شوی دی عراق سوریه کې او په عین حال کې په پاکستان افغانستان کې هم اثرات لیدل شوي دي او هغې خپله یو اعلامیه هم دغه کړې ده تردید هم بېته نه دی کړی چې د ملا عمر په رابطه باندې هم ښه ذهنیت نه دی ښودلی نو معلومیږي دا چې دا هم یو باعث به وي چې دی د آینده په نسبت باندې یو سوچ وکړي چې په کار دا ده چې دې سیمه کې زه تاسو ته یو بله خبره هم کوم هغه دا ده چې که دا جنګونه خدای ناخواسته نورم طولانی شي نوي اشکال پیدا کړي په دې کې نو هغه خلک چې هغه د افغانانو غوښتنو ته اعتنا ونه کړي هغه اسلامي ارشاداتو ته اعتنا ونه کړي دې مدني غوښتنو ته یا انساني غوښتنو ته اعتنا ونه کړي په افغانستان کې بد واقعب راځي د هغه مسؤلیت به د هغه چا په غاړه چې هغه سولې ته اعتنا نه کوي او مشکلات د سولې د لارې نه حل کوي بله آقای کلکونه آنچه که خوشبینی ها به وجود آمده هم در درون حکومت و هم در افکار مردم افغانستان نسبت به آغاز گفتگوها و اینکه نتیجه باید داشته باشند در پی فکر میکنین واقعا زمینه از این شکلگیری حکومت تازه بوده و عوامل داخلی در اینجا نقش و یا هم آنچه که آقای شاهد اشاره کردن بیشتر عوامل بیرونی و نگرانی که خود طالبان هم داشتن از آینده افغانستان و از شکلگیری دیگر گروه ها موازی و طالبایی که در مقابل طالبان بجنگن این عوامل بیشتر دخیل بوده بسم الله الرحمن الرحیم سلام به بینندگان محترم تلویزیون و جناب مولوی صاحب و شما و همکارای تخنیکی تا ما با تایی در پای جناب مولوی صاحب چند چیزی که میخوایم دور خاطر نشان بسازم ما همیشه افغانستان یا در طول 13 سال و قبل از او متاسفانه مداخله پاکستان تربیه و تجهیز و تمویل توریستا در اون طرف مرز بالای افغانستان جنگ های تحمیلی ده اونا تحمیل کردن و هرقدر که مردم افغانستان ملت افغانستان جامعه جهانی و کشورهای منطقه پاکستان گفتن که کوشش نکو که از طریق جنگ و مداخله در افغانستان امو استراتژی و یا امو آرمان های خود
به دست بیاریم. پاکستانی ها متاسفانه با عمق استراتژی که داشتن و چیزی که در افغانستان میخواستن با مداخلات خود ادامه دادن و این به شکل ازی شد که پاکستان مارها را در آستین خود جا داده بود و این خواست که هم در مقابل افغانستان و هم در مقابل سایر کشورها از این استفاده بکنه که تشکیل جنگ، لشکر جنگوی و و امثال از این جیش محمد و امثال در پاکستان تشکیل شد، یک طرف به افغانستان و یک طرف هم به طرف کشورهای دیگه صادر میکنه. ولی زمانی رسید که خود ماری که در آستین خود تربیه کرده بود خود پاکستان گزید که عبارت از عمل انتحاری و تهاجمی بالای مکتب اطفال نظامی های پاکستان در پشاور گپ به جای رساند که پاکستانی ها هم در مقابل افکار عامه مردم خود قرار گرفتن و هم در مقابل نظامی های خود قرار گرفتن و هم در مقابل مردم و جامعه جهانی و سایر کشورها قرار گرفتن. در این وقت پاکستانی ها مثل 11 سپتامبر وره که در امریکا حادثه شد جهان تصمیم گرفت. در این موقع پاکستانی ها هم احزاب سیاسیش جمع حکومت و دولتش جمع شدن تصمیم بری گرفتن که ما آتشی که در افغانستان روشن ساخته بودیم بالاخره پاکستان هم گرفت و به سرحدی که بالای اطفال ما هم اینا دریغ نکردن و اطفال هم به شهادت رساندن. در اون وقت اینا تماس های را جدیتر و بهترتر با دولت افغانستان قائم کردن، گرچه مذاکرات و این مسائل صلح قبل از این حادثه هم رفتن رئیس جمهور افغانستان به عربستان سعودی، به امارات، به چین و سایر تماس ها زمینه را قسم مساید ساخته بود که باید مذاکرات صلح را در افغانستان شروع بکنن و این قبلا در جریان انتخابات ها و قبل از انتخابات ها رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور فعلی چیز داشت، تماس های داشت با دولت پاکستان. بنان ما باور می است که دولت پاکستان فعلا متوجه به این شده است که باید ما از مصیبتی که خودم جور کردیم هم در افغانستان و هم در پاکستان باید از این خود خلاص کنم، از این منجلاب خود بکشم و یک رای پیش بگیریم که اهدافی که داریم اگر در میدان جنگ به دست آورده نتونستیم، این اهداف در میدان صلح و سر میز مذاکره به دست بیاریم. پاکستانی ها باور می است که اونا با در این مذاکرات باز هم پای اهداف و پای امو مقاصد و عمق استراتژی خود هستند، به خاطر اینکه نماینده طالب ها وقتی که به چین رفته بودن و از چینایی ها خواهش کرده بودن که چند ولایت افغانستان به ما بسپارین، اینه به این معنا که چند ولایت باید به نفع طالبا در افغانستان سقوط بکنن که زمینه را به این مساعد می سازه که پاکستانی ها باز هم به مو نفوذ خود داشته باشن و بالاخره زمینه را قسم مساید بکنن که یک جنگ دیگه را در داخل افغانستان شروع بکنن و یا بین افغان ها ایجاد تفرقه و نفاق بکنن تا اینا با آرمان ها و آرزوی خود برسن. بله، حالا شما اشاره کردین که پاکستان خودش هم ناگزیری های زیادی داره که این بار دست کم باید بیا با حکومت افغانستان به گونه صادقانه
در مبارزه با تروریسم و یا هم در باب گفتگوهای صلح همکار باشه. اما هنوز هم در درون افغانستان اگر حکومت را کنار بگذاریم، مردم هنوز هم باورمند نیستند به صداقت پاکستان در راستا، با توجه به تجربه که در دست کم در طی 13 سال گذشته در گفتگوها پاکستان داشته با حکومت افغانستان، مردم باورمند نیستند و باز هم میگن که خب این بار هم شاید پاکستان بتونه حکومت افغانستان را فریب بده. ما هم به باور هستم که من حیث نمایندگی مردم افغانستان که پاکستانی ها در طول تاریخ، دی 14 سال نه، در طول تاریخ، در طول تاریخ با حربی هیله و نیرنگ و چال و فریب و خدعت در مقابل افغان ها و حکومت های افغانستان بازی کردیم و حالا ما خوشبینی هایی که دور داشته باشیم و چیزهایی که بر ما ایجاد خوشبینی کنه در نشانه های پاکستان نمیبینیم. این پاکستانی ها تنها امقدر فعلا وعده دادن که ما طالبان رو سر میز مذاکره امرایتان حاضر میسازیم، ولی اونا هیچ وقت تربیگاه، تمویلگاه و تجهیزگاه طالبان رو بسته نکردن. طالب های پاکستانی و طالب های افغانستانی را امو فرقی که برایشان قبلا گذاشته بودن، امو فرق فعلا نامد. با طالب های پاکستانی مبارزه میکنن، ولی طالب های افغانستان در میهمانخانه های پاکستان فعلا مهمان هستند. بنان این علاقت پاکستان به نظر ما تا هنوز هم قابل اعتماد نیست، صادقانه نیست و کدام تضمینی هم وجود نداره که پاکستان در این مسائل خود او صادقانه عمل بکنه. بله، حالا آنچه که شما هم گفتین، خب مردم هم میگن که تاکنون پاکستان وعده های زیادی به جانب افغانستان داده اما در عمل چیزی مشاهده نشده. بله. آنچه که باید پاکستان در عمل باید به انجام بده و باورمندی به وجود بیاد در درون حکومت افغانستان و مردم افغانستان هم باورمند شوند، چی چیزی میتونه باشه که واقعا اینجا پاکستان عملی کار کرد؟ اولا خب پاکستان قسمی که پرویز مشرف چند روز قبل اعلان کرد که ما در افغانستان جنگ نیابتی داشتیم با هند، یعنی یک نوع اعتراف پرویز مشرف بود در مداخلات پاکستان در افغانستان، یعنی اعتراف واضح و آشکار پرویز مشرف که ما جنگ در افغانستان، جنگ نیابتی با هند داشتیم. اصلا باور ما این است که پاکستان و پرویز مشرف و حکومت پاکستان در اون وقت در این زمان جنگ در برابر هند نداشتند. جنگ از اونا در برابر افغان ها است، جنگ از اونا در برابر حکومت افغانستان است، جنگ از اونا در بخاطر به دست آوردن استراتژی و عمق استراتژی است. پاکستانی ها از ما چی میخواین؟ پاکستانی ها میخواین که ما یک کشور باشیم تحت لمایشون، میخواین که ما باشیم یک گراج برای جنگ با هند، میخواین که یک کشور مصرفی باشیم برای تولیداتشون، میخواین که ما یک کشوری باشیم که راه را برای آسیای میانه بتیم و یک کشوری باشیم که همیشه از پاکستان تابعیت بکنیم. ای اهداف پاکستان است و همچنان ما از آبهای خود استفاده کرده نداریم و آبهای ما به شکل غیر مهار شده برای به طرف پاکستان و یک کشوری باشیم که این اقتصاد ما به حالت خودکفایی و بالاخره برشد و توسعه نرسه. ای آرزوهای پاکستان است در برابر افغانستان است مدت بسیار سابق. بله. فلهازا تا وقتی که پاکستانی ها به آرمانهای خود نرسن طبعا تغییر استراتژی نمیدن. اگر اینا میخواین که واقعا صادقانه به افغانستان عمل کنن، باید اعلان بکنن که ما تا فعلا که حرکت کردیم اشتباه کردیم، ما آماده هستیم و آماده شدیم که در استراتژی خود تغییر بیاریم و این واضح بگن که ما آوردیم. بعد از او میمانخانه ها رو بند بکنن، طالبایی که در میمانخانه هایشان ششت است اونا رو واقعا حاضر بکنن به میز مذاکره و سلام مهمات و پولی که برای طالبای اینا مهیا میسازن، دستگاه استخباراتیشان مهیا میسازن، اینی رو بالا، اینی بالای طالب ها بند کنن. سپاسگزارم. آقای شهید، پیشتر هم اشاره شد که خب پاکستان هم دیگر به نوع ناگزیر یا مجبور است که باید با جانب افغانستان به گونه صادقانه این بار همکاری داشته باشد. اما اگر تجربه
این موضوع را در چند سال گذشته که آقای کلاکانی گفتن حتی در طول تاریخ اگر در نظر بیاییم پاکستان فقط در حد حرف با حکومت افغانستان همکار بوده و در عمل چیزی مشاهده نشده. فکر میکنم این بار هم باید نگران باشه مردم افغانستان و حکومت افغانستان از بازی دوگانه پاکستان و این که واقعا این بار هم صادق نیستن و وعده ها هم در حد همون شعارها باقی میمونه و عملی نمیشه. من خو با ظاهر باندې حکم کو یا چې خوشبینی دغه ظاهر ګورو د باطن خبر نه یو او نه د پټو د سیسو تو تیونه او د لاسوهنو نه دقیق معلومات لرو، دا استخباراتي خبرې دي. البته د غزل چې منګه ګورو چې د خپل ګټې په دې کې ګوري چې دلته سوله راشي، پاکستان کې سوله راځي دا د دې په ګټه ده، امن راځي د دې په ګټه ده، په افغانستان کې امن راځي، سوله راځي، ثبات راځي، انکشاف راځي، هغه هم د افغانانو په ګټه ده، هم د پاکستان په ګټه ده. دا دواړه ملکونه ډېر مشترکات لري، اسلامي او فرهنګي او نور تجارت برخه کې ډېر زیات مهاجر هغې خواته پراته دي. موږ ډېر اوږد سرحد دی، 2500 کیلومتره سرحد ده، منګا د پاکستان سره شریک دی، هغې طرف ته هم قبایل پراته دي په ډېرو ساحو کې، حتی د پاکستان سره ته هم نشته دی. څوک چې د دې سیمې دې جغرافیې نه دقیق معلومات لري نو د داسې سرحد مسدودول هر طرف ته چې وایي که پاک افغانستان باندې دا الزامی شي چې دا سرحد به تاسو بندوئ، شاید افغانستان هم بند نه کړی شي، که په بل طرف باندې الزامی شي نو هغې هم شاید په کلي شکل باندې دا مسدود نه کړی شي. دی وجه نه په سیاست کې دا حرف اخیر نشته که پاکستان خپل ګټې په دې کې لټوي چې دلته امن راشي، سوله راشي، ثبات راشي، او زموږ اقتصاد ته، تعلیم ته، تربیه ته، او زموږ د پرمختګ ته صدمه ونه رسیږي، او غواړي چې دلته امن راشي، نو په افغانستان کې سوله او ثبات کې د دې څه ضرر دی، خو باید راشي. نو موږ به وګورو. زه یمه چې انتظار وکړو دواره دا ما په نظر البته دا محکوم نکو چې یاره صادق نه دی، ولی کاغه صادقی نورم تر جو شما گفتین. خب ما به ظاهر حکم میکنیم اون چه که در این اواخر به وجود اومده، میتونیم خوشبین باشیم. شما باورمند هستین که در گذشته واقعا پاکستان صادق نبوده با جانب افغانستان همکاری نداشته؟ بزنیش نه. خب پاکستان خپل مثلا اعتراف وکړه، سیاستمداران خو ډیرو خلکو به مخکې ویله، لکه مثلا عوامی نیشنل پارټۍ والا او یا محمود خان چکزی صاحب یا داسې نورو، دوی د مخکې نه هم چغې والي چې د پاکستان سیاست د افغانستان په رابطه باندې یو سالم سیاست نه دی، باید په دې باندې نظر ثانی وکړي. دغسې زموږ مشرانو طبعا هغوی معلومات لري، لکه کرزی صاحب به دا ویلې، نور مشرانو به ویل چې دا سیاست د دی صحیح نه دی، او خپل اوس هغه مشرف چې اعتراف وکړ. زموږ اعتراض خو په دې و چې د هلته جنګي ډلې تمویلوي یا تقویه کوي یا مثلا رالیږي یا ورسره همکاري کوي، نو دې ته خو ځکه دغه پاتې نه شو، دا استدلال ته ضرورت پاتې نه دی چې خپله هغوی اعتراف وکړه چې موږ دلته نیابتي جګړې ته ځکه ادامه ورکوله چې د افغانستان حکومت چې و هغه د هند سره نږدې و، موږ ته تشویش پیدا کړی و، نو موږ د طالبانو سره ځان نږدې کړی و یا هم طالبان ځان ته نږدې کړی و چې موږ هلته پې هغه نیابتي جګړه وکړو یا رقابتي میدان رقابت افغانستان وګرځو. نو زه په دې عقیده یم چې دا زموږ مشران چې پاکستان ته لاړ او هغوی دلته ډېر راغله او دا کوم اظهارات چې دی وکړل او نظامي او ملکي بخش کې وکړل او نورو سیاستمدارانو یې وکړل، او بل دا چې هغوی هلته په دې کوشش کې دي چې څنګه د فضلالرحمن مولانا فضل الله هغه پیدا کی او یا مثال په افغانستان نه کومک غواړي، او دا خبرې چې دوی مطرح کوي نو شاید په پالیسۍ کې یو تغییر راغلی که دوام وکړي. او موږ د طرف نه خو مشکل نشته، افغانستان همیشه ټولو ګاونډیانو ته ډاډ ورکړی دی، پاکستان ته، ایران ته، منځنۍ اسیا ته، نورو ته، چې زموږ د خاورې نه موږ نه غواړو چې په چا باندې تعرض وکړو، چا ته صدمه ورسوو، او د چا په داخلي چارو کې دې ګوتې وو. موږ همیشه غوښتنه دا کړې ده چې زموږ په چارو کې تاسو مداخله مه کوئ، او موږ یو مستقل هیواد دی، او چا سره چې موږ روابط غواړو، حسنه روابط زموږ د پاکستان سره د هند په تاوان نه دي، او د هند سره زموږ روابط د پاکستان په ضرر باندې نه دي. موږ توازن ساتل غواړو، خپلې ګټې تعقیبوو،
او بل د بل په ضرر باندې نه، نور د خپلې ګټې تعقیب کی زمنګ په ضرر باندې نه، مونږ په اعتراض نشته خپلې ګټې پاکستان دی مولته هند شمو شرکت به یک موضوع خیلی خوب اشاره کردین که خوب مهمترین سوال یا کلانترین سوال می حفظ متعادل معادله صلح است که حکومت افغانستان واقعا میتونه ایره حفظ کنه، یعنی هرگاه ما برای رسیدن به صلح با پاکستان نزدیک میشویم نگران رابطه مون با هند هستیم، یا با چین اگر نزدیک میشویم به همین گونه نگران رابطه با آمریکا هستیم. فکر میکنم واقعا حکومت افغانستان بتونه این معادله را به گونه متعادل حفظ کنه و هیچ جنا یا پهلوی دیگری نگرانی نداشته باشد؟ زمنګه په تشکیلاتو کې اوسم یو څه متاسفانه کمښت ده، خو خوشبختانه چې وزیر صاحب د خارجه امور هغه راغله ده، کار شروع کړی ده، رئیس جمهور شته، رئیس اجرائیه شته، امنیتی ارګانونه اوس فعال دي. نو زمنګه سیاست اوس منګه کولی شو چې داسې تعقیب کو چې هغه د افغانستان په ګټه باندې یو د احساساتو نه ډېر د عجلې نه تندۍ نه او د بې ځایه روابطو نه چې هغه صدمه ورسوي موږ هغه هېڅکله نه غواړو. دغه خبره چې زمونږ په ملي سطحه باندې زه مشکلات وینم، تر څو چې دغه اجماعي ملي په مسایلو کې رانه شي، پارلمان په اعتماد کې وانخیستی شي، سیاسي عذابو مشرانه، مدني ټولنې، اقوامو قبایلو، علمای کرامو، دا مونږ په اعتماد کې وانخلو او یو اواز مونږ د سولې لپاره ونکو او هغه په صداقت او په تعهد باندې بینای، دغه سې چې یو غږ مونږ ونکو د خپل نظام د طرفه تشکیلات هم تکمیل نه وي، امنیتي ځواکونه هم قوي نه وي. زه فکر کوم چې بهرنی سیاست به زمونږ که اوس پهزه اعتراض نه لرم، چین ته سفر یا پاکستان ته سفر یا اماراتو ته یا سعودي عربستان ته یا مثلا په آینده قریب شاید هند او ایران ته سفرونه وشي یا مثلا ترکیه ته وشي، دغه سفرونه چې د سولې د امان کولو دپاره دي، نو زه دې سیاست ته په نسبي ډول باندې کامیاب سیاست وایم. یا دلته چې زمونږ مشران اوس تقریبا غږ یو کړی دی د سولې دپاره، دا یو کامیاب پالیسی ده، ولی په داخل کې مونږ خپل مشکلات لرو. یعنی تاسو وګورئ خپله تر اوسه پورې د ولسي جرګې سره دغه مسایل نه دي شریک شوي. ولسي جرګه یا ملي شورا خو د دولت سیاسي خطوط ټاکي، د سولې دغه برنامه خو یوه سیاسي برنامه ده، او بالاخیر مونږ په دې عقیده یو چې روغه جوړه چې راځي دا به د سیاسي لارو چارو راځي. سیاسي توافق که ونه شي یوازې په جنګونو باندې دا مشکل نه حل کیږي. نو مونږ ولسي جرګه حتی دقیقه په جریان کې نه، د ولسي جرګې دغه دا معنا نه ده چې اعتداري دې څوک غواړي، یو څو کمیسونونو مشران د خلکو غواړي. ولسي جرګې هلته چې عامه جانبه بحثونه وشي کمیسونونو کې او بیا یو طرح هغه تایید کړي، نو دغې ته د ولسي جرګې د طرف نه مثال یو توافق هغه د سیاسي خطوطو باندې وکړي، نو دا کارآمدي. بله، سپاسگزار. آقای کلکانی، در مسئله گفتگوهای صلح یا در مورد آوردن یا رسیدن به صلح همیشه به یک مسئله تاکید میشه، هم در حکومت گذشته و هم در حکومت وحدت ملی، که خب صلح مربوط افغان ها است، باید به رهبری افغان ها صورت بگیره. اما ظاهرا دیده میشه که مذاکرات یا پروسه صلح افغانستان چند معادله است و چند پهلو داره، که کشورهای حالا آمدن داخل شدن که چین است، پاکستان است، عربستان سعودی است، خود طالبان هستند. فکر میکنین وزنه و جایگاه حکومت وحدت ملی در این معادله چگونه است و آنچه را که میخواهد بتونه به دست بیاره؟ اصلا جنگ در افغانستان جنگ افغانی نیست و صلح هم صلح افغانی نیست، به این معنا که جنگ در افغانستان بالای مردم افغانستان از دیر زمان تحمیل شده است، چه از وقتی که روسا بودن و چه بعد از اون. اینه ما با هیچ کشور جنگ نداشتیم، کشورها بودن که به افغانستان تعرض کردن، تهاجم کردن، بعضش علنی، بعضش اشغال مخفی. بله. یعنی ملت افغانستان بوده است که در مقابل اشغالگران علنی و اشغالگران مخفی جنگیده. بنان ما در افغانستان هیچ وقت قسمی که مولوی صاحب گفت با طرف با همسایه خود دست دشمنی دراز نکردیم، فقط دست دوستی دراز کردیم، ولی همسایه ها بودن که ما را تا فعلا به حالتی رساندن که اکثرا مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند.
یعنی جنگ های تحمیلی رو بالای ما تحمیل ساختن. اونا به خاطر اهداف خود، به خاطر منافع خود، به خاطر به دست آوردن مو آرمان ها و آرزوهای خود، هم از دین استفاده کردن، هم از شهامت مردم افغانستان استفاده کردن، هم از امکاناتش استفاده کردن، ولی در آخر به مردم افغانستان جفا کردن. حال چون که گفتیم جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست، جنگ بین المللی هست و همه جهت ها در این دخیل هستن، آوردن صلح هم صلح باید به شکل بین المللی باشه، به این معنا که ما در آوردن صلح باید همه اطراف ها، همه جهت ها را در نظر بگیریم و بیلانس مناسبات و بیلانس روابط خودم باید قسم عیار بکنیم که متعادل باشه. هر وقتی که افغانستان یک به یک جهت زیاد تمایل نشان بده، جهت های دیگه از او دور میشه و بالاخره در مقابلش قرار میگیره. بنابراین سیاست روابط خارجی ما باید مبتنی بر یک اصل متعادل، یک اصلی که با همه کشورها ما یکسان رابطه، خصوصا کشورهای منطقه و همسایه، یکسان رابطه تامین بکنیم. امتیاز دادن بر یک کشور و او را از همه کده بهتر دانستن باعث از این میشه که باز ما با مشکل دیگه مواجه میشیم. حکومت وحدت ملی باید تلاش بکنه که همه جهت ها را هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی، قسمی که جناب مولوی صاحب مشاره کرد، ما باید در افغانستان آوردن صلح یا پروسه صلح را باید از انظار مردم افغانستان پنهان نگاه نکنیم. باید ما یک راهکار مشخص واضح به خاطر صلح را تدوین بکنیم. همه نخبگان افغانستان، همه جهت‌های سیاسی افغانستان، احزاب سیاسی افغانستان باید این تایید بکنن و پارلمان افغانستان به نیست یک نهاد مردمی و نهاد رسمی باید این پالیسی و سیاست خارجی افغانستان تایید بکنه، بعد به نیست یک راهکار برای دولت افغانستان. بله، همین نکته ایره که شما اشاره کردین یکی از خواستهای مردم افغانستان است که بله. از رئیس جمهور حکومت میخوان که در مذاکرات صلح هیچ چیز از مردم پنهان نباشه. بله. مثلا چیزهایی که از مردم پنهان نباشه در مذاکرات صلح چه چیزهایی میتونه، یا نگرانی که مردم دارن واقعا حکومت چه چیزهایی را میخواد در این مذاکرات پنهان کنه؟ ما چیزهایی که مردم از پیشش حراس دارن، همی که اگر احیانا توافق شود با پاکستانیا که چند ولایت به نفع طالبا سقوط کنه، این یکی از خرابترین و بسیار یعنی به اصطلاح گفته میتونیم نگران ترین وضعیتی خواهد بود که مردم افغانستان به این مواجه خواهد شد. و اگر پاکستانی ها تقاضای از این بکنن که ما یا طالب ها از دستاورت های 13 ساله خود ما بگذاریم، قانون اساسی افغانستان که وثیقه ملی هست، این به شکل تعدیل بیارن که همه ارزش ها و همه مسائل ما از دست بتیم، مثلا آزادی بیان، مثلا امی خود انتخابات و امی زعامت تعیین کردن توسط آرای مردم و امثال زیره، اگر ما از دست بتیم، این نگرانترین موضوعات خود بود که بر مردم افغانستان مردم افغانستان به او روبروی میشه. بنان مردم افغانستان تقاضایش از حکومت وحدت ملی و رئیس جمهور افغانستان این است که همه مسائل آشکارا بر مردم افغانستان مطرح بکنه، چیزی که طرف مقابل میخواهد، چیزی که پاکستانی ها شرط گذاشتین. مثلا ما پیشتر هم گفتیم که یک بیلانس مناسبات میخواهیم با کشورهای همسایه. اگر ما در مناسبات بسیار نزدیکی دشمنی هند برای خود میگیریم یا دشمنی یک کشور دیگر برای خود میگیریم، یا از لحاظ روابط سیاست خارجی مناسب نیست، مناسب تر نیست.
بنان ما بیلانس باید در نظر بگیریم و خواسته ها و آرمان های کشورهایی که در او مغرضانه می اندیشن باید متوجه باشه. سپاسگزار هستم. آقای شاهد، آنچه که یکی از موارد انتقادی در حکومت گذشته در زعامت رئیس جمهور کرزی بود، این مسئله بود که واقعا در صلح نباید بس امتیازدهی مطرح شود. صلح خیر است و صلح به نفع همه طرف ها است و نفع همه طرف ها در صلح نهفته است. حالا این مسئله گاهن مطرح میشه که واقعا نباید صلح بر مبنای بدهی و بستان های سیاسی و مسائل دیگری باشد. خب طبیعی است که حکومت افغانستان هم چیزی از دست میته و چیزی را به دست میاره و همین گونه طالبان هم که در مقابل حکومت قرار دارند. اما چرا باید این مسائل وجود داشته باشد؟ اگر صلح بر این مبنا استوار باشه، فکر میکنم واقعا پایدار باشه؟ دو صلح خود که به مجموع که واخلو صلح یقینا خیر کردین و صلح خیر خواهیت ته ده دین خویی تو کم این کار نشه که ویلشه چی صلح ده چاپ گرده ده نو خیر کلمه دلتا خو مطلق ده میتونه عمومی باشه بله بله ده حکومت پا گرده هم ده ده طالبان رو پا گرده هم ده ده طول افغانان رو پا گرده ده ده نارینه و زنانه رو پا گرده ده مشران و کشران رو پا گرده ده نو دیکی خو شک نشته که داسی یو چی صلح ده دو طرفونو در منزه کیگی و ده حسابی را واخلو که شریع حسابی واخلو که عرفی حسابی واخلو تا بند پاگی که یو چه تنزول یو طرف کهی چه تنزول بل طرف کهی نو صلح منز ترازی نو بس منگا ویو که طالبان مذاکراتو تحضیر شوی وی تر وسا پوری یو کار چی مخالفینو کرده ده او دا مسئولیت دی پا غاره خسته ده دی امریکایانو سره خبرو ته